سلام، به تفسیر خبر امشب خوش آمدید. دیروز جلسه ای در پارلمان انگلیس به عنوان حق تحصیل در ایران با موضوعیت و محوریت حق تحصیل بهایان برگزار شد. در این جلسه که دکتر احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در سازمان ملل، اسکات شیران به عنوان یکی از حقوقدانان و استاد دانشگاه اسکس و دکتر کیشان منوچا از جامعه بهایان انگلیس و همچنین خانم تحریر دانش به عنوان فعال حقوق بشر و حق آموزش در این جلسه سخنرانی کردند. در مورد این نشست با خانم پدیده ثابتیان سخنگوی جامعه بهایان صحبت میکنیم و اطلاعات بیشتری رو از ایشون دریافت میکنیم. خانم ثابتیان خیلی به برنامه ما خوش آمدید. خانم ثابتیان، این جلسه اساساً به چه شکل برگزار شد و شما برای برگزاری این جلسه چه اقداماتی رو انجام دادید؟ بله، خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. این برنامه اساساً برای این بود که افکار عمومی رو تمرکز بدیم به مشکلاتی که برای تحصیلات برای اقشار مختلف جامعه در ایران هستش. طوری که ما این برنامه ریخته شد، این برنامه در حقیقت میزبان این برنامه آقای نیک دیکن، ایشون ام پی یا نماینده مجلس در پارلمان انگلیس هستند و ایشون عضو حزب یا گروه پارلمانی همه حزبی دوستداران بهایی هستند. من فقط اینجا قبل از اینکه بیشتر اشاره بکنم به این گروه، بعد این مطلب رو توضیح بدم، برای اینکه یک سوء تفاهماتی هست در مورد مسئله بهاییان و دولت انگلیس، برای همین بهتر هستش که این مسئله رو کاملا شکافته بشه و توضیح بدم برای کسانی که به خصوص در ایران از نظام دموکراسی انگلیس خبر ندارن. این مسئله مهم هست که بدونن. این نمایندگان مجلس در هر ناحیه که هستن موظف هستند که اگر افرادی که در اون ناحیه زندگی میکنن بهشون رجوع کردن و مشکلات و نگرانی‌های رو با اونها در مطرح کردن و بهشون گفتن، اونها موظف هستن که در مورد اون مسئله اقدام بکنن. کوچکترین اقدامی که میکنن، مثلا در مورد مسئله بهائیان و مشکلاتی که در ایران هست، نامه می‌نویسن به وزارت امور خارجه یا به دولت انگلیس. این کوچکترین اقدامی که هست میکنن. این گروهی که من اسپردم فقط مخصوص بهائیان نیست، این گروه رو کردها و اقلیت‌های مذهبی و قومی دارن. حتی برای مردم فلسطین یک همچین گروهی در پارلمان انگلیس هستش که از ملت فلسطین حمایت میکنه. برای همین این یک ابزار در کشور دموکراسی که میشه ازش استفاده کرد، چون که مضیقات و مشکلات برای بهائیان در طی 30 سال گذشته بسیار بوده. بهائیان مکررن به نماینده های مجلس در اون کشوری که در اون ناحیه‌ای که زندگی میکردن رجوع کردن و اونها دیگه اطلاع کامل دارن و بعد از این مدت این گروه رو که بهشون میگن دوستداران بهائی یا ممکنه دوستداران کردها، دوستداران گروه های دیگه باشن، اینها تشکیل دادن. و برای همین آقای نیک دیکن نماینده مجلس این برنامه رو میزبانی کردن و اجرا کردن. از دکتر شهید دعوت کردن، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد همونجور که اشاره کردین دعوت کردن و البته نماینده جامعه بهائی در اونجا بود. درسته چون که سیاست رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران ممانعت و عدم اجازه برای تحصیل بر بهائیان هست، تاکید بر روی جامعه بهائی بود، ولی مسائل دیگه در این مطرح شد، به خصوص آقای شهید در مورد نقض حقوق بشر و عدم یا محدودیت اقلیت‌های قومی و در مورد زنان، محدودیت برای زنان هم در اون مجلس مطرح شد. همونجوری که اشاره کردید در جلسه دیروز اصولا به جنبه‌های متفاوتی از نقض حقوق بشر در ایران اشاره شد و مخصوصا همونجوری که خودتون گفتید به روی حق تحصیل و جنبه‌های نقض حقوق انسانی زنان در ایران هم اشاره شد. آیا شما به عنوان جامعه بهائیان در این مورد فقط در مورد این سخنرانی کاری رو انجام دادید یا از سخنرانان خواسته‌ای رو داشتید و یا نه اینکه کلا در این موارد خاص هم فعالیت دارید؟
جامعه باهایی به طور کلی در مورد پیشرفت زنان فعالیت‌های بسیاری داره. من یه تاریخچه رو میتونم براتون بگم. تحصیل و تحصیل زنان به طور کلی همینطوری که در این مجلس اشاره شد بهش، فعالیتی که باهایان از قرن پیش شروع کردن. اگر به یاد داشته باشید و تاریخ در تاریخ ایران هست، این رو نمیشه منکر شد، مدارس برای زنان و برای دختران در ایران، باهایان اولین تقریبا اولین بنیانگذار این مدارس بودند که اقدام کردند به نام مدرسه تربیت، مدرسه تربیت پسران بود. و بعد چون بر اساس اعتقاداتشون باهایان معتقد هستن که تحصیل زنان اولویت داره بر تحصیل مردان، به همین دلیل مدارس رو ایجاد کردن، تشکیل دادن، که بعدن البته این مدارس بسته شد. برای همین الان با وجود شرایط و جوی که در ایران هست و گزارش‌های جدید در مورد دانشگاه‌ها که یه مقدار محرومیت هست برای زنان و اونها رو منع کردن از دسترسی به تقریبا 77 رشته و رشته‌های مختلف و به خصوص تفکیک دانشگاه‌ها و مدارس برای تفکیک جنسی، این خب این مسئله نگران کننده است و ما اقدام می‌کنیم. من این مسئله رو می‌خواستم اشاره بکنم که اصولاً تفکیک جنسی خب اگر که بر معتقدات اسلامی هست مسئله نیست، ولی برای دولتی که اولویت نداره پیشرفت زنان، این مسئله البته باعث ایجاد اشکال می‌کنه. به خصوص گزارش‌های رسیده این هستش که در روستاها وقتی که مدارس رو جدا کردن، مدارس مربوط به دختران تعطیل شده برای اینکه نیرو و منابع نبوده. بر این گزارش‌ها رو ما از اون اطلاع داریم و جامعه باهایی نه تنها فقط برای باهایان بلکه برای بقیه اخشار جامعه فعالیت می‌کنه برای دستیابی مساوی به تحصیل. من یه خواهشی که دارم اینه که برگردیم یک مقدار به جنبه‌های متفاوتی که در ایران شما بهش الان اشاره می‌کنید. این جنبه‌ها جنبه‌های متفاوتی داره، یعنی هم از حق تحصیل، هم حق اشتغال و هم بسیاری موارد دیگه‌ای که برای جامعه بهایی و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران به طور خاص محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنه. اما چندی پیش مقامات حاکمیت جمهوری اسلامی به صراحت اعلام میکنن که هیچ کس به صرف بهایی بودن دستگیر و یا محروم نمیشه از حقوق شهروندیش. اما این با اون برخوردهایی که دیده میشه کاملا متناقض هستش. من از شما میخوام که اگر امکان داره برای ما یه مقداری توضیح بدید بر اساس آمار بیشترین بازداشتی ها و بیشترین محدودیت ها در کدوم حوزه هاست و به چه عنوانی شهروندان بهایی در ایران تحت محدودیت قرار میگیرن؟ محدودیت و اذیت آزار برای بهائیان در همه جوانب زندگیشون هست. در اول انقلاب حدود 200 نفر رو اعدام کردن. اعدام ها کمتر شد و شروع کردن به اذیت آزار به گونه های مختلف دیگه. یکی از الان حدود 117 نفر از بهائیان در زندان به سر میرن. در چندین سال گذشته حدود 500 نفر تا 600 نفر از بهائیان دستگیر شدن، تعدادشون که گفتم در زندان به سر میبرن. عدم اجازه تحصیل که موضوع این جلسه بود یکی از مسائل بسیار نگران کننده هستش برای جامعه بهائی، برای اینکه این ثابت شده که این خط مشی و سیاست اصلی دولت ایران بوده و این گسترده ترین در حقیقت محرومیت برای بهائیان هست. شما درست اشاره کردید که اعلام میشه از مسئولین ایران که بهائیان رو به صرف عقیدهشون نمیگیرن، در صورتی که همین مسئله تحصیل این رو تکذیب میکنه. برای چی؟ برای اینکه بهائیانی رو که تازه به زور به دانشگاه قبول کردن، راه دادن، با هزار مشکل و بدبختی وارد دانشگاه شدن،
طبق یک سند رسمی که از دولت ایران دریافت شده نشون داده، این سند، در این سند گفته شده که باهایان رو به محض اینکه فهمیدن باهایی هستن از دانشگاه باید اخراج بکنن. این دیگه این سند به دست سازمان‌های حقوق بشری رسیده و به دانشجوهای باهایی گفته میشه که اگر می‌خواید به دانشگاه برید و تحصیل بکنید باید از دینتون دست بردارید و این یکی از بزرگترین مشکلات هست. در همه موارد این واقعا باعث اشکال هست. دلیلی که ما می‌خوایم تمرکز بدیم افکار عمومی رو روی این مسئله برای این هستش که جامعه‌ای که تحصیل نکرده باشه حق حقوق خودش رو نمیدونه، میتونه استثمار بشه و نمیتونه خدمتی بکنه به جامعه ایران، به جامعه بشری. برای همین تاکید شدید ما در مورد این مسئله عدم تحصیل، امکانات برای تحصیل بر باهایان هستش. البته من بعد از پایان مصاحبهمون با یکی از شهروندان بهایی مصاحبه کردم که یه توضیح نسبتا مفصلی داره نسبت به مشکلات همین نوع تحصیل در ایران و مشکلاتی که در دوره دبیرستان و دانشگاه داشته به عنوان یک شاهد عینی. اما شما اشاره کردید که حدوداً 500 نفر در سال گذشته بازداشت شدن و شاید حدود 200 نفر الان در بازداشت به سر میبرن. آیا بخش بزرگی از این طیفی که شما بهشون اشاره کردید به صرف شرکت در دانشگاه مجازی و یا تحصیل و یا چیزی شبیه این مرتبط با موضوع تحصیل بهایان در بازداشت هستن و یا موارد دیگه‌ای هم هستش که میشه بهش اشاره کرد؟ بله، من فقط اشاره بکنم که حدود 500 تا 600 نفر بازداشت شدن از سال 2004، در سال گذشته نبوده. به عناوین مختلف بهایان رو بازداشت میکنن. بله، حدود شما اطلاع دارید که بعد از اخراج اساتید و همچنین اخراج دانشجویان جامعه بهایی در ایران اقدام کرد به وجود آوردن یک مؤسسه غیر رسمی که اسمش هست مؤسسه آموزش عالی و با کمک اساتیدی که اخراج شده بودن به طور داوطلبانه این مؤسسه رو ایجاد کردند. هیچ مدرک رسمی هم نمیدادند، فقط برای پرورش جوانان بود که وقتشون تلف نشه. متاسفانه این دانشگاه رو همیشه باهاش مخالفت شده، جلوگیری شده و تعدادی رو دستگیر کردند که به دلیل همکاری و مشارکت در به وجود آوردن این مؤسسه آموزش عالی در زندان به سر میبرند. ولی بقیه بهایانی که هستن همه در حقیقت حکمشون یا مسئله‌ای که عنوان میشه در مورد مداخله یا به خطر انداختن امنیت ملی هستش. خب این کاملا صحت نداره برای اینکه هیچ کدوم از اینها مدرکی ندارن. در هیچ کدوم از این پرونده ها وقتی که با وکلای بهایان صحبت میکنید کوچکترین مدرکی وجود نداره که این اتفاق افتاده و این پرونده ها فقط همش افترا و توهین هست به بهایان. به غیر از این واقعا بهایان ایران هیچ کاری نکردن و فقط به خاطر عقاید مذهبیشون در زندان به سر میبرن. این اقدام علیه امنیت ملی جرمیه که برای بسیاری از دانشجویان و فعالین سیاسی که الان تو زندان هستن و همه میدونن که چه عنوانی داره اقدام علیه امنیت ملی، اونها هم در بازداشت به سر میبرن و گویا یک حکمیه که هیچ دلیلی وقتی پیدا نمیشه چنین حکمی رو بهشون میدن. دقیقاً شما جلسه دیروز آقای احمد شهید به این مسئله اشاره کردن، گفتن مشکل در سیستم آموزشی ایران این هستش که اشخاصی که دگراندیشی داشته باشن، یعنی افکارشون مطابق نباشه با ایدئولوژی دولت ایران، اونها دچار اشکال میشن و این یکی از مشکلات بزرگ تحصیلی و آموزشی در ایران هست. اگر بخوام موضوع رو به بخش دیگه ای از فعالیت های شما برگردونم، جدا از فعالیت هایی که شما اشاره کردید من جمله برقراری رابطه با احزاب در انگلستان، آیا از شبکه های دیگه ای هم برای اخلاق حقوق بهاییان در سطح جهانی به حداقل در انگلستان آیا استفاده میکنید؟ بله، تمام سازمان های حقوق بشری، سازمان های مدنی ما با اونها همکاری داریم، چه ایرانی چه خارجی، هر کدوم که خواهان حقوق بشر باشند جامعه بهایی با اونها همکاری کامل رو داره. همیشه اگر که امکانش باشه و ما یک سند و
مدارک معتبری داشته باشیم از اذیت و آزار بقیه اقلیت‌های مذهبی، وقتی که رجوع می‌کنیم به مراجع دولتی یا به این سازمان‌های حقوق بشری، پرونده اونها را مطرح می‌کنیم. برای همین همکاری بسیاری وجود داره. و فکر میکنید که راهی هستش برای اینکه بشه به حاکمیت فشار بیاریم تا حقوق شهروندی تمام شهروندان ایران در چارچوب ایران رو بدون در نظر گرفتن هیچ گونه تبعیضی برقرار بشه و بشه که به قول معروف حقوق برابر شهروندی رو در ایران تعریف کرد؟ مطمئناً ما از دست از کوشش و تلاش بر نمی‌داریم. اگر که به تاریخ نگاه بکنیم می‌بینیم که مسائل تبعیض نژادی در امریکا، آپارتاید در آفریقای شمالی، آفریقای جنوبی ببخشید، در آفریقای جنوبی اینها سالیان متواری ادامه داشت. ولی بر اثر فعالیت‌های جوامع کوچک، انسان‌های بشردوست، یواش یواش افکار عمومی عوض شد و این فشارها به این دولت‌ها وارد شد تا بتونن این تصاویر رو برقرار بکنن و وضعیت مردم بهبودی پیدا بکنه. برای همین اگر که به تاریخ نگاه بکنیم امیدی هست و ما دست از تلاش 100% بر نمی‌داریم. به تغییر نگاه جامعه اشاره کردید، من می‌خوام برگردم دقیقا به همون جامعه، چون اگر در یکی از آخرین حکم‌های مذهبی که مرحوم منتظری صادر کرده بود در مورد لزوم رعایت حقوق شهروندی برای بهائیان بود. یعنی یک مرجع شیعه حکمی رو صادر می‌کنه که به بهائیان حقوق شهروندی برابر رو اعطا می‌کنه. از دید یک مرجع شیعه این شاید یک تحول اساسی باشه. می‌خواستم ببینم آیا این تأثیرات از طرف شما رصد شده؟ اگر رصد شده به چه میزان سطح جامعه ایران امروز نسبت به اون تفکرات گذشتش نسبت به جامعه بهایی تغییر پیدا کرده؟ بسیار سوال خوبی هست. فکر میکنم خانم شیرین عبادی به این مسئله اشاره میکنند و من باید بگم که تجربه بهائیان در ایران هستش که شهروندان مسلمان در خیلی موارد اونها کمک میکنن، همدردی میکنن. برای همین و همچنین در سالهای اخیر به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی مردم ایران تا حدی دیگه باور نمیکنن. یعنی این دروغها و افتراها و تمام مسائلی که در مورد بهائیان در رسانه‌های عمومیشون مطرح میکنن روزانه برای خراب کردن بهائیان و جامعه ایرانی و مسلمان این رو قبول نمیکنه. همونطوری که اشاره کردم چه در خارج کشور چه در ایران خبر به دست ما میرسه که همه حمایت میکنن. حتی در برنامه دیشب یکی از دوستان مسلمان اومد و به من گفتش که بهائیان هر چقدر گله بکنن حق دارن. در جواب من گفتم که انشالله ایرانی که در آینده میسازیم بر اساس گله نیست و همه میتونیم با هم پا به پای هم به این کشور خدمت بکنیم. و به عنوان سوال آخر، آیا شما از طرف جامعه بهائیان برنامه از این دست رو در کوتاه مدت در نظر دارید، حداقل در انگلستان؟ برای چه منظوری؟ برای حق تحصیل و یا احقاق حقوق بهائیان به این شکل در سطح پارلمان انگلیس و یا کسانی که خارج از محدوده جامعه ایرانیان هستند. بله، مسئله تحصیل یه مسئله اساسی هستش، همیشه ما در فکر اون هستیم. در جامعه بهائی تحصیل یک وظیفه روحانی هست. هر پدر مادری وظیفه داره که بچهش رو بذاره مدرسه و وسایل تحصیلات اون رو براش فراهم بکنه. برای همین این مسئله رو ما هیچ وقت دست بر نمی‌داریم. در کشور انگلیس اقداماتی میشه، هر کمکی که بشه به بهائیان ایران و اشخاص دیگه که در ایران هستند و محدودیت تحصیلی دارند، الان با اینترنت و آگاهی دانشگاهان جهان و هدفشون که بشر دوستی هست و میخوان کمک بکنن به همه افراد بشر که بتونن دسترسی داشته باشن به آموزش و تحصیل، ما با دانشگاه ها همکاری میکنیم ببینیم که تا بتونیم به هر حال این مشکل رو رفع بکنیم. ممنون. با ما در بخش دوم برنامه همراه باشید. با یکی از شهروندان بهایی صحبت کردیم و از مشکلات جامعه بهاییان در ایران از دید یک شاهد عینی که
جنبه‌های متفاوتی از نقض حقوق انسانی برش واقع شده رو بررسی کردیم. ممنون، با ما همراه باشید. در بخش دوم برنامه امروز همونجور که اشاره کردم با یکی از شهروندان بهایی مصاحبه کردم و از اون در مورد مشکلات متفاوتی که یک بهایی در جامعه ایران میتونه با اون دست و پنجه نرم کنه سوال کردم. ایشون توضیحاتش رو اینجوری بیان کردن. با درود خدمت شما همکاران عزیزتون و کلیه شنوندگان بینندگان این برنامه، خیلی متشکرم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. من به عنوان یکی از بهایانی که در ایران بودم تا حدود چند سال پیش که از ایران خارج شدم، تجربیات خودم رو در این مورد براتون یه مقداری تعریف میکنم. اصولا از بعد از پیروزی انقلاب مشکلاتی برای شهروندان بهایی ایران شروع شد که عدم استخدام در ادارات دولتی بود، قطع حقوق بازنشستگیشون بود، حتی برای استخدام در بخش خصوصی اکثرا دچار مشکل بودن. اگر استخدام می شدن بعد کارفرما رو تحت فشار می گذاشتن که اینها رو اخراج کنن و اینها کماکان ادامه داره و یکیش ممنوعیت از تحصیل در دانشگاه بود و حتی در دبستان ها و دبیرستان ها هم خیلی مزاحمت برای دانش آموز ها ایجاد می شد غالبا و در بعضی موارد حتی اخراج می کردن اونها رو از مدارس. و دوم این که به اصطلاح مراجعه به خانه های باهایی که یک دفعه وارد خونه می شدن بدون که ما باید منزل رو بگردیم، جستجو کنیم، کتاب های باهایی، وسایل شخصی، خیلی چیزها رو می بردن. و در کنار اون دستگیری بهاییان بود و ایجاد رعب و هراس، تهدید، زندان، تبعید و در بسیاری از موارد هم اعدام بهاییان بوده. و کلن برای تحت فشار گذاشتن یک جامعه، یعنی دو عامل مهم هست که از در بین عواملی که میتونه یه جامعه رو خیلی تحت فشار بذاره و سعی کنه که از پیشرفتش جلوگیری کنه، یکی این که فشار اقتصادی و دوم این که سعی کنیم که اونها، یعنی محروم کنیم اونها از تحصیل علم و دانش به طوری که اون سرمایه معنوی، یعنی آموزش علم رو براشون غیر ممکن بکنیم. و این دو قسمت مهم هست و در کنارش هم خب همونطور که گفتم ایجاد رعب و هراس و زندان و اینها که خب در کنار اون زندگی رو کاملا سخت میکنه برای کسی که در یه همچین وضعیتی قرار داره. شما به انقلاب سال 57 اشاره کردید. من میخواستم به عنوان کسی که شاید قبل از انقلاب رو هم تجربه کردید، قبل از انقلاب هم گویا بخشن جامعه بهایان مشکلاتی رو داشتن از این دست. میخواستم که بدونم شما به صورت مشخص در این مورد چه تجربه رو داشتین؟ این مشکلات در دوره‌های مختلف کمابیش برای بهایان ایران پیش اومده، ولی اولا به این شدت نبوده و دوم اینکه اینقدر مداومت نداشته. مثلا در یک دوره یک مشکلاتی پیش اومده و ولی باز دوباره برطرف شده و همونطور که گفتم شدتش به هیچ وجه در این حد نبود. مثلا دانش آموزان بهایی در مدرسه مشکل نداشتن یا برای ورود به دانشگاه مشکلی نداشتن. در بعضی از شغل‌های دولتی یک مشکلاتی کم و بیش ایجاد می‌شد، مثلا استخدام در آموزش و پرورش، اما اون هم خیلی شدید نبود و بسیاری از اساتید بهایی در دانشگاه‌ها تدریس می‌کردند. در مؤسسات آموزش عالی بسیاری از بهاییان شاغل بودند و مشکلی نداشتند تا قبل از انقلاب. و به عنوان سوال آخر، اگر امکانش هستش به عنوان کسی که تجربه مستقیم از تحصیل در دانشگاه بهاییان رو داشته، در موقعی که اجازه تحصیل برای بهاییان در اوایل انقلاب از اونها سلب شده، میتونید یه توضیحی از شیوه کار و مشکلات اون رو برای ما بدین؟ در حدود سال 1359 که انقلاب فرهنگی اتفاق افتاد، تمام این اساتید بهایی از دانشگاه ها اخراج شدند و دانشجویان بهایی هم از دانشگاه ها اخراج شدند و دیگه اجازه ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها رو دیگه نداشتند.
من اون موقع هنوز دبیرستان درس میخوندم و بعد که تموم کردم تحصیلات دبیرستانم رو، هم که اون هم با مشکلات خیلی زیادی همون موقع هم مواجه بودم. یادمه که متاسفانه سری سوء تفاهماتی برای مدیر جدیدی که به مدرسه ما اومده بود پیش اومده بود، که به ما هر روز میگفتش که من پرونده شما بچه های باهایی رو جدا گذاشتم در اولین فرصت شما رو اخراج کنم. و ما واقعا هر روز با اینکه تمام معلم‌ها از ما راضی بودن، تمام دوستای عزیز و نازنینمون تو مدرسه با ما روابط خیلی خوبی داشتن، ولی هر روز واقعا با این روحیه می‌رفتیم که منتظر بودیم هر آن ما رو احضار کنن و پرونده‌مون رو به قول معروف بدن دستمون رو بگن برید از مدرسه بیرون. ولی با همچین وضعیتی به هر حال من یادم که دوره دبیرستان رو تمام کردم، ولی در اون موقع نمیتونستم وارد دانشگاه بشم. بعد تقریبا در حدود اواخر دهه 1980 اون موقع بهائیان ایران به این فکر افتادن که یک وسیله فراهم کنند تا جوانهای بهائی که از تحصیل محروم هستند حداقل بتونن خودشون تحصیل کنند و این به اصطلاح پیشرفت علمیشون متوقف نشه. و این بود که تمام، یعنی تعداد زیادی از اساتید بهایی که در ایران بودن دور هم جمع شدن و به اصطلاح تصمیم گرفتن که یه سری دروسی رو که امکان پذیر هست، برای اینکه ما هیچ امکانات مالی آنچنانی نداشتیم، اینها همه به صورت رایگان و داوطلب بودن و وقتشون رو در اختیار میذاشتن که این کار انجام بشه، و یه دانشگاه بهایی در حد خیلی ساده و فقط در شروع چند رشته تحصیلی، خیلی تعداد کمی رشته های تحصیلی بود، ولی باز به هر حال بهتر از این بود که اینو به کلی ما محروم باشیم از تحصیل. این رو فراهم کردن که به زبان فارسی برای جوانانی که محروم بودن از تحصیل. در کنارش جامعه بهایی بین المللی همینطور به کمک جوانان بهایی ایران اومد و با یه سری از دانشگاه ها در کشورهای مختلف وارد صحبت و گفتگو شد که ببینه آیا اونها میتونن تحصیلی رو به صورت مکاتبه‌ای در اختیار ما بذارن. و بعد یکی از دانشگاه هایی که این رو قبول کرد که این امکان رو در اختیار ما بذاره دانشگاه ایندیانا در امریکا بود که یکی از دانشگاه‌های فوق‌العاده خوب امریکایی هست. اونها تنها سوالی که در اون زمان مطرح کردن این بود که ما نگران هستیم که امتحانات این دانشگاه به چه شکل برگزار خواهد شد و اینکه مطمئن بشیم که به درستی برگزار میشه و تقلبی نخواهد بود، برای اینکه این رو اون وقت شما باید خودتون در ایران اجرا کنین امتحانات دانشگاه رو، یعنی حتی ما اگه سوالات رو بفرستیم شما خودتون باید اونجا اجرا کنین. و جواب جامعه بهایی در اون موقع به اونها این بود که به هر حال اینها کسانی هستند که به خاطر اعتقاداتشون عقیدهشون رو کتمان نکردن، اگر پنهان میکردن به راحتی میتونستن وارد دانشگاه بشن، به راحتی این اساتید میتونستن شغلشون رو ادامه بدن، ولی در نهایت صداقت حقیقت رو گفتن و از کارشون دست کشیدن و تمام محرومیت‌های دیگه‌ای که من در توضیح دادم، اینها اکثر این محرومیت‌ها رو هر کدوم تحمل کردن و حاضر نشدن که حقیقت رو پنهان کنن. یه همچین کسانی هرگز حاضر نمیشن که این قوانین دانشگاه رو زیر پا بذارن و در نتیجه یک هیئتی تشکیل شد از دوباره کسانی که اساتیدی که داوطلب بودن و افرادی که حاضر به کمک و همکاری بودن که این تحصیل رو در اختیار ما بذارن که برای کسانی که آمادگی داشتن به زبان انگلیسی درس بخونن. و من هم شروع کردم در همین دانشگاه ایندیانا درس خوندن و کلن این افراد که هیئت مرکزی در تهران بود در تمام شهرستان‌های ایران هم افرادی که تحصیلات دانشگاهی داشتن و داوطلب بودن که کمک کنن، هیئت‌های محلی هم تشکیل دادن که اونها اوراق امتحانی وقتی می اومد ما امتحان می دادیم و شرکت می کردیم در جلسات امتحان و همطور کمک‌های تحصیلی اگر مثلا مشکلی داشتیم، درسی رو متوجه نمی شدیم، تا جایی که ممکن بود برای ما سعی کردن که کمک فراهم کنن تا ما اگر قسمتی از درس برامون مشکل هست خودمون به هر حال بتونیم کار رو انجام بدیم و تکالیفمون رو بفرستیم. بعد از مدتی خیلی مشکلات زیادی دوباره پیش اومد. اول که تمام این تکالیفی که
چون تکالیف توی پاکت‌های مخصوصی که مال دانشگاه بود باید گذاشته می‌شد و فرستاده می‌شد و اینها خیلی تو پست مشخص بود و تمام شروع کرد به ناپدید شدن وقتی که ما با پست اینا رو می‌فرستادیم. بنابراین خب میتونید تصور کنید که خیلی سرعت کار کم بود و تمام دائما اینها گم میشد توی پست، نمیرسید به موقع و بعد دوباره پاکت ها رو عوض کردیم خیلی با مشکلات زیاد یعنی در چند سری میفرستادیم که اگه یکیش گم شد ممکن اون یکی دیگه به دستشون برسه، چون اون موقع هنوز ایمیل و همطور که گفتم اینترنت نبود در اختیار ما. من در اینجا همچنین لازم میدونم که یه یادی بکنم از جناب آقای بهمن سمندری که یکی از افراد بسیار نازنینی بودن که به ما کمک میکردن، تشویق میکردن ما رو. ایشون ساکن تهران بودن و داوطلبانه از وقت خودشون میذاشتن و کمک میکردن به ما و ایشون رو دستگیر کردن. سه روز مونده به عید نوروز بود، 17 مارس سال 1992 ایشون رو دستگیر کردن و روز بعد بلافاصله اعدام کردن که اصلا خیلی خبر تأثیر انگیز و دردناکی بود که حتی بدون محاکمه، بدون اینکه حتی هیچ جرمی بر علیه ایشون گفته بشه، بدون که هیچ فرصتی برای دفاع بهشون داده بشه، راحت بیان خونه یه نفر دستگیر کنن، ایشون رو ببرن و فوراً اعدام کنن در عرض 24 ساعت. به هر حال بعد از تمام این مشکلات ما همینطور ادامه دادیم به خوندن دانشگاه ایندیانا و در کنار این دانشگاه بهایی فارسی که تأسیس شده بود روز به روز به هر حال بیشتر جا افتاد، رشته های بیشتری اضافه شد و در کنارش خب خیلی مشکلات بود. اینها با ساده ترین وسایل سعی می کردن برای دروس مثلا یک آزمایشگاهی درست کنن. اینها همه خانواده های بهایی بودن که خونه شون رو، منازلشون رو رایگان در اختیار می گذاشتن. به دفعات این خونه ها مورد حمله قرار گرفت و تمام کامپیوترها، وسایلی که داشتن، همه وسایل آموزشی، علمی، کتاب و همه چیز رو می بردن و دوباره باز تا اینها رو همه داوطلب می شدن و کمک می کردن تا باز جایگزین کنیم خب طول می کشید، ولی با وجود این باز هم ادامه دادن. خیلی از این جوان ها که در این دانشگاه درس خوندن بعدن وقتی که فرصتی براشون پیدا شد و از ایران خارج شدن، در خارج از ایران در کشورهای مختلف ادامه دادن به تحصیلشون و من هم تقریبا حدود 17 سال پیش بود که از ایران خارج شدم و دروسی که در دانشگاه ایندیانا خونده بودم منتقل کردم به یک دانشگاه انگلیسی و در اینجا ادامه تحصیل دادم و درسم رو تمام کردم و این یک خلاصه از وضعیتی که هر روز کسانی که در حال تحصیل هستن با این سختی و مشقت باهاش روبرو هستن. من یادم یه چند تا همسایه باهایی داشتیم که یک روز از به اصطلاح داره اطلاعات اومدن منزل اینها و یکی از همسایه هایی که دیده بود اومد و به ما گفت ممکنه خونه شما هم همین الان بیان. و من این کتاب های درسی دانشگاه، فیزیک، شیمی، نمیدونم ریاضی، این کتاب ها تو دستم بود و همینطور میدویدم این طرف و اون طرف، نمیدونستم چه کار کنم. و بعد مرحوم مادرم به من گفتن که ببین انقدر نگران نباش، تو کاری نمیتونی با اینا بکنی، فقط چیزی که هست اونها یا خواهند اومد یا نخواهند اومد، اگر اومدن خب میتونی بهشون بگی که اینا کتابای درسی منه و خب اگر قبول کردن که هیچی، اگر هم نکردن میبرن. به همین فایده ای نداره که اینجور بیتابی و ناراحتی و تشویش داشته باشی. و اتفاقا حالا اون روز نیومدن به خونه ما، ولی دفعات دیگه بود که به منزل ما هم اومدن. ولی میخوام بگم که یعنی شما حتی از حق تحصیلی که یکی از حقوق بنیادین هر انسانی هست محروم بشین صرفا به خاطر عقیدتون و بعد حتی به این شکل و با این زحمت بخواین درس بخونین و حتی این کتاب درسیتون رو هم نگران باشین که هر آن ممکنه بیان از شما بگیرن، خب این خیلی شرایط مشکلی هست که باهاش روبرو بشیم. و با اینکه ایران یکی از امضا کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و
متعهد هست که مقررات این میثاق رو اجرا کنه و در اونجا بارها در جاهای مختلفش قید شده که هر کسی آزاد هست که عقیده مذهبی خودش رو داشته باشه، مراسم مذهبی خودش رو انجام بده، که تمام اینها در وضعیت فعلی برای بهائیان ایران غیر ممکن هست. و اینکه حق تحصیل حق اولیه و پایه‌ای هر فردی هست و این یه مقدار از چیزهایی بوده که ما باهاش روبرو بودیم. و در اینجا یه اشاره هم می‌کنم به نامه‌ای که از یک نامه به اصطلاح دولتی بود که در اونجا قید شده بود که از شورای انقلاب فرهنگی که با بهائیان در تمام این موارد چه در دانشگاه ها اینها مقابله بشه، اگر معلوم شد که اینها بهائی هستند از دانشگاه اخراج بشن و اگر که با حتی با ریشه های فرهنگی اونها حتی در خارج از کشور مقابله بشه و طرح تهیه بشه برای از بین. و این نشون میده که تا چه اندازه شرایط زندگی و تحصیل برای بهائیان ایران مشکل بوده و هست. ممنون که همراه ما بودید. به سایت اینترنتی ما حتما مراجعه بکنید، از اونجا میتونید ویدیوهای ما و ویدیوهای برنامه‌های دیگر رو هم ببینید. با ما همراه باشید تا درود دیگر. بدرود.